ای خواجه مکن تا به توانی طلب علم کاندر طلب راتب هر روزه بمانی. رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز تا داد خود از مهتر و کهتر بستانی. کمک 21 میلیارد تومانی عروس خوشقلم به انجمن خیریه دختران دم بحر. دوشیزه زیباروی ثروتمند 21 میلیارد تومان تقدیم کرد تا دختران صاحب جهیزیه شوند. انبوه خواستگاران دنیا مظاهری از جلوی خانه وی متفرق شدند. Thank you.
شوهرای عزیزم، همه ای پولا رو بخشیدم، اما اون هنوزم منو تعقیب میکنه. آقای دکتر، دستگاه جالبیه، بهم کمک میکنه که به اعصابم مسلط بشم. خب امروز حالتون بهتره؟ از امروز کمی بهترم. قرصاتون رو سر ساعت میخورین؟ آه، اونا رو سر ساعت دور میریزم. پس دیگه به خاطر مرگ شوهراتون احساس افسردگی نمی کنید؟ با کاری که امروز انجام دادم حداقل میتونم بگم کمتر احساس افسردگی میکنم. شما خانم یک رازی دارید که در تمام این جلسات از من پنهان کردید. اگر هر کس دیگه ای به جای من بود، بلخصوص با این کار، روی دیوانه بودن شما قسم میخورد. اما منو نمیتونید گول بزنید. شما سالمید خانم، سالم، از هر خانم دیگه ای سالمتر و زیباتر. من شوهرای خودم رو کشتم. شما چطور یک چنین چیزی ممکنه؟ اگر یه آدم معمولی بود میتونستم قبول کنم، اما شخصیتی با معروفیت شما و ثروت شوهراتون نمیتونه به این سادگی یا دروغ بگه. منظورم این نیست که با دستای خودم اونا رو کشتم، بلکه من باعث مرگشون بودم. عجیبه، عجیب و غیر قابل باور. بخورید، یه کمی آرامش براتون لازم. و اما بیماری شما، البته اگر بشه اونو بیماری فرض کرد، فراتر از یک بیماری معمولیه. بیشتر به یک جادو شبیه. توی مملکتی که همه دنبال پول میدونن، خانومی پیدا شده که علی رغم تنفر شدیدش از پول، پولای قلمبه حتی یک لحظه هم رهاش نمیکنن و در مدت کوتاهی چندین ازدواج رو تجربه کرده. این جادویی نیست؟ این برای شما غیر طبیعیه، اما چون برای من اتفاق افتاده پس حتما واقعیه. واقعی اما غیر قابل باور، حتی برای خودم و همچنین برای من. در اون فوان جوانی چنان که افتد و دانی، در اون فوان جوانی چنان که افتد و دانی، با شاهدی سری و سری داشتم، به حکم آن که حلقی داشت طیب العدا و خلقی کالبدرو اذا بدا. شما بخونید. در اون فوان جوانی چنان که افتد و دانی، با شاهدی سری و سری داشتم، به حکم آن که مقدمه اولین ازدواجم تو دانشگاه شکل گرفت. تو کلاس سرم به کار خودم بود، درس رو دوست داشتم، غیر از درسم به چیز دیگه توجه نمی کردم، ولی انگار تو کلاس دو نفر بودن که من بیشتر از بقیه حواسشون رو پرت می کردم. یکی از اونا که اسمش فرهاد بود واقعا عاشق من شده بود. آقا شما؟ بله شما، بفرمایید. بقیه شو بخون. بقیه چی رو؟ با منی یا در یمنی؟
یمن کجاست؟ یمن شما که ظاهراً بغل دستتون نشسته. حضرت عثمان اجازه هست من بخونم؟ خود شما بخونید. باب پنجم، در عشق و جوانی. یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشره او معاملتی داشت. چی میخوای؟ هیچی، من داشتم قدم میزنم که ببین فرهاد، من هیچ علاقه به ازدواج با تو ندارم. پس چرا چشات چیز دیگه میگه؟ اینم از چشام، حالا دیگه هیچی نمیگه. محبتاشو به خودم احساس میکردم، اما نمیتونستم تصور کنم که شوهرم مردی باشه که صبح به صبح از پدرش پول تو جیبی میگیره. از طرفی من به دانشگاه اومده بودم تا درس بخونم، اما نمیدونم چرا پسرها تو خنده دختر میبینن فوراً بهش پیشنهاد ازدواج میدن. خب اگر اون خانم شما باشین باید کمی هم حق رو به اونا داد. به هر صورت من فکر کردم فرزاد کسیه که میشه باش یه دوستی ساده و بیالایش شروع کرد. در ضمن درسش هم خیلی خوب بود و من برای تحقیق تاریخ ادبیات به کمکش نیاز داشتم، البته بدون اینکه کار بخواد به ازدواج و اینجور چیزا ختم بشه، چون حالت صورتش یه جوری بود که توجه دخترها رو به خودش جلب نمیکرد. سلام، حالتون خوبه؟ ببخشید، میتونم اینجا بشینم؟ افتدا میکنم. شما انگار چیزی میخواییم بگین؟ من؟ بله. نخه؟ من راستش اومدم، یعنی میخواستم پیداتون کنم چون میخواستم پیشنهادی بهتون بدم. پیشنهاد؟ به من؟ بله. جدا؟ آخه معمولا یه جور دیگه هست. اگه اینطوره پس منم منصرف میشم. نه نه نه، من منظورم اینه که اتفاقا باعث افتخار منه. ببخشید، چی باعث افتخار شماست؟ خب مسلما پیشنهاد شما. مگه شما میدونید که پیشنهاد من چیه؟ خب یه جورایی میتونم حد بزنم که اگه جسارت نباشه پیشنهادتون چیه؟ یعنی با کسی دیگه قراری نذاشتین؟ تا شما هستین چرا با کسی دیگه قرار بذارم؟ پس از همین حالا میتونیم بریم تو کتابخونه و شروع کنیم. کتابخونه؟ آخه اینطوری که نمیشه، یعنی معمولا یه طور دیگه هست. یعنی چرا؟ موضوع که مشخصه، وقتم که نداریم، باید کارو زودتر شروع کنیم دیگه. بخشید، کدوم موضوع مشخصه؟ موضوع تحقیق. ها.
بیا به شما فکر خودت یه دونه بکش. این خب بفهم. دانشگاه میری؟ چطور مگه؟ خب سوارشو برسونه به. نه متشکرم، میخوام پیاده برم. تحقیق کامل شد، تموم. خیلی تحقیق خوب شده، تو کار تو خوب بلدی ها. شما هم همینطور. میدونی من به این نتیجه رسیدم که من و شما میتونیم کارهای بزرگتری انجام بدیم و جدیتر. پس پیش به سوی آینده با گامهای بلند. دنیا جانم با من ازدواج میکنی؟ فرزاد حالت خوبه؟ خوبه خوبه. پس چرا اینجوری حرف میزنی؟ پس بذار یه جور دیگه برات بگم. آه ای لعبت شیرین کار شهرآشوب، ای فرآمد خوبان جهان، ای ونوس زیبای زمان، ای عاشق کش جفاکار بی وفا. اینک این منم، پاره قبای آواره که با قلبی پاره پاره انتظار جواب تو داره. حالا زنم میشی؟ کارت دانشجویی. فقط خواهش میکنم اون بلیطی که به شانس تو خریدم در بیار بهش نگاه کن. خب دارم میبینم. حالا من یکی یکی رقم رو از سمت چپ میخونم، تو با بلیط تطبیقش بده. هفت. درسته. سه. آره. هشت. یک. خودشه. هفت. همینه. نه. بازم درسته. آخریشم تو بگو. هشت. ما پولدار شدیم، ما پولدار شدیم. میدونی یعنی چی؟ تو با من ازدواج کنی، من میشم شوهر تو، تو میشی زن من. حقیقت داشت، ما یک شبه پولدار شده بودیم و چون کار دیگه نداشتیم که انجام بدیم ما هم ازدواج کردیم. البته قرارمون این بود که تا فرزاد شغل مناسب با آینده داری پیدا نکرده زندگی مشترکمون رو شروع نکنیم.
یادش بخیر، 3 ساله که بودم زیاد میمادم اینجا با بابام، پر از مشتری بود. حالا تاریک و سیاه شده، این گیسوی معشوق. و خالی مثل جیب عاشق. خب حالا برو برقو بس کن. این موشه رو اینجا چیکار میکنه رو شونه تو؟ دلان پس واقعا موشه؟ آره بابا اینا ها موشه موشه ببین. یه دره، من تا حالا این دره رو ندیده بودم. میگم بریم تو ببینیم چه خبره. ها بیا تو برو، من دنبالت میام. بیا بیا تو برو. این مغازه زیر زمین هم داره؟ نمیدونم، ولی مثل این که داره. چی میبینی؟ فعلا که هیچی. چقدر تاریکه، اینه ور نداشته باشه. این چیزی که من میبینم تو هم میبینی؟ آره. چطوره؟ به میاد؟ 21. خب بالاخره من و فرزاد به این نتیجه رسیدیم که میتونیم اون نونه بخور و نمی رو از مغازه در بیاریم. اما ظاهرا لباس های قدیمی مغازه پدر فرزاد مطابق با آخرین مد ژورنال های دنیا بودن و همین سیل مشتری رو به طرف مغازه سرازیر کرد. پول دوست داری؟ نه ترس، منم مثل خودتم، یا بهتر بگم تو مثل مایی. پس بهتره با هم رو راست باشیم. منظور؟ ببین تو روی گنج خوابیدی و کلید این گنج دست منه. فکراتو بکن، اگه پول بیشتری خواستی با این شماره به من تماس بگیر. مطمئن باش ضرر نمی کنم. بازار لباس تو چنگ ماست. اومد کی بود؟ کی؟ مشتری بود. تو چرا اینجا ایستادی؟ تو الان باید در منزل باشی عزیز من. باید بری استراحت کنی، خودت به خودت برسی. این همه کارمند من اینجا استخدام کردم برای چی؟ خب من فکر کردم اینجا به وجودم نیاز داری. بله عزیز من نیاز دارم، اما در خانه. یادت نیست حضرت استاد چی میگفت؟ به قول حضرت استاد، زنان را همان به که در خانه نشینند و شیران نر بزایند. الان برو بذار به کارم برسم. الو جناب، این جانب. باشه
پولدار شدنم باید قانونی باشه. آقا جان بهت میگم قانونیه. قانونی عزیز من. تو میدونی قانون ظروف مرتبطه چیه؟ نمیدونی؟ ظروف مرتبطه بیاری. ما ابتدا یک پیرهن شیک رو به نصف قیمت میفروشیم به مشتری. بعد از مدتی مشتری مثل سگ پاولوف شرطیمون میشه. اون وقت کم کم قیمتها رو میبریم بالا. حالا مشتری که به ما عادت کرده و به من تو اعتقاد پیدا کرده، حاضر هر قیمتی رو که ما میخواییم بپردازه. دیدی قانونیه؟ همه کارهای ما قانونیه. آره قانونی. ولی به قول حضرت استاد هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. من باید بدونم این وسط چه سودی به شما میرسه. آدم با مزه هستی. خوش آمد. چه سودی به ما میرسه؟ ببین جانم، ما دوتا از این بعد شریکیم دیگه، مگه نه؟ پس با هم در میاریم؟ با هم هم میخوریم. بکش شریک عزیز. فرزاد کارش گرفت، تونست فروشگاه زنجیره‌ای تأسیس کنه. بعدش هم چند تا کارخونه تولید لباس، صادرات و واردات و سیل پول، جوری که شبا تا صبح تو دفترش میموند و روی پروژه. الو فرزاد، هیچ معلوم از کجایی؟ چی کار میکنی؟ چرا اصلا نمیای خونه؟ آخه مثلا من زن تو هم، تنهایی حوصله‌ام سر میره. آخه میگی من چی کار کنم؟ خب عزیز من گرفتارم، سرم چلوغه، چرا متوجه نیستی؟ میدونی چند وقته تو خونه جدیدمون هستم؟ ولی تو هنوز اینجا رو ندیدی. چند وقته؟ 4 روزه. خب 4 روزه. خانم مظاهری، خانم مظاهری، شوهرتون جلسه من باید همین الان بدونم. جلسه خیلی مهمه. همین الان باید وارد نشه. قانونیه؟ چی گفته قانونیه؟ همه این پولا قانونی. سیگارمو چرا انداختی دور؟ من برای سیگار پول دادم. کدوم پولا؟ همین پولای قانونی؟ بله قانونی. میدونی چه زحمتی برای این پولا کشیده شده؟ من برای این پولا کد جبین و عرق یمین ریختم، مگه نه؟ آقایون شاهدن؟ متاسفم، برات متاسفم. نه، برای خودم متاسفم. پولایی داخل نیره. Thank you.
از اون روز به بعد تنفرم از پول چندین برابر شده بود. وقتی فکر میکردم چطور پول تونست از اون فرزادی که من میشناختم یه شخصیتی تا این اندازه پول پرست بسازه، دلم میخواست تمام اون پولا رو آتیش بزنم و همین کارم کردم. انجمن حمایت از بیماران سرماخورده؟ بعدی؟ شرکت تولیدی چیزهایی که باید تولید شود؟ بله. نظری نداری؟ خوبه، قبوله. ولی تا نبینید که نمیشه خانم، هر کاری حساب و کتابی داره. حساب و کتابش پای خودت. گفتم که قبول دارم. حالا شما یه نگاهی بندازید خانم، بد نیست. اینطوری دیگه بعدن توش حرف در نمیاد خانم. ببینم. بله. این طرفی ها سهامیه که طبق فرمایش خودتون باید به هر تعداد شده بخریم، چون قیمتش داره روز به روز میره بالا. اما این طرفی ها سهامیه که به هر قیمت شده باید بفروشیم، چون قیمتش داره روز به روز میاد پایین. خب این که مشخصه، این طرفی ها رو بخر، اون طرفی ها رو بفروش. خانم مظاهری، واقعا من باید این کار رو انجام بدم؟ حتما، شک نکن. از گزارشش رو به هم بده. آخه سهام شرکت گل مریم که قربان، بدون هیچ مقدمه ای باید خدمتتون عرض کنم که ارزش سهام شرکت دو برابر شده. از توضیحات شما متشکرم، اما من چهار تا مشاوره گردن کنم استخدام نکردم که گزارش قیمت‌های روز رو به من بدن. من خودم این کار رو از طریق خوندن این روزنامه میتونم انجام بدم. دو برابر شده یعنی چی؟ من از شما توضیح میخوام. توضیح بده. هیچ توضیحی وجود نداره قربان. جز اینکه یک خانمی به اسم دنیا مظاهری یه تعداد زیادی از سهام شرکت گل مریم خریده و از اون روز به بعد قیمت سهام ما در بورس روز به روز افزایش پیدا کرد. من تا هفته پیش آدم ورشکسته بودم و فقط 10 میلیارد داشتم، ولی حالا صاحب 20 میلیارد شدم. فکر میکنی خوشحالم؟ نه خیر، خیلی هم عصبانیم. آخه این که ثروت شما زیاد شده که ایرادی نداره، حداقل خاصیتش اینه که شرکت از ورشکستگی نجات پیدا کرده و شما میتونید به همه اون طرحهای بلند پروازانه که همیشه داشتی جامعه عمل بپوشونید. فکرشو بکنید، جمال جمالی، سلطان لبنیات مملکت، بی‌رقیب در عرصه صنایع لبنی، بالاترین مقام لبنیات کشور، حاکم بلا منازعه تمامی شیرخواران، سلطان لبنیات کشور، جمال جمالی. اما سلطان شدن با 20 میلیارد تحقق پیدا نمی‌کنه. حداقل 50 میلیارد سرمایه لازمه. فکر اونجاش هم کردیم قربان. همین خانم دنیا مظاهری که سهام شرکت رو اینجوری ترقی داده از سرمایه دارای بزرگ مملکته. فقط کافیه که اونو به سرمایه گذاری در شرکت گل مریم ترغیب کنیم. اون وقتی که نونمون تو روغنه. چی؟ یه زن؟ یعنی توی کله بوک میخواید من برم دست گدایی بشی یه زن درست کنم؟ چه اشکالی داره؟ افتخار کارخانجات گل مریم
به اینه که با داشتن 1014 نفر پرسنل رسمی و 470 کارگر قراردادی حتی یک دونه زن توش کار نمیکنه. خود من 45 سالمه ولی هنوز زن نگرفتم. قربان، خانم مزایری که نمیخواد کارگر کارخونه بشه، فقط سرمایه اونو میخواد. حالا این چه ربطی به زن گرفتن یا نگرفتن شما داره؟ البته ما یه صحبتایی با کارپرداز این خانم کردیم ولی این نمیشه. ببینید، من از این خانم های لوس و نونوری که پولشون رو به راحتی خرج میکنم و عین خیالشون نیست خوشم نمیاد. اگر زنی بخواد مردی رو به پادشاهی برسونه، اول فکر ملکه شدن خودشه. من اصلا دوست ندارم از یه زن پول بگیرم. خب شما پول نگیری، میتونیم بگیم چک و دروش رو یکی دیگه مثلا من صادر بکنم. من خودم حاضرم این خفته به گردن بگیرم. پس چه نیازی به من دارین؟ ولی قربان، شما باید برید با این خانم. نخیر، حاضر نیستم بیام. باید موضوع باشید، یه حرفی نذارید که منصرف بشه. باید خیلی علمی و دقیق روی طرف کار. من نمیتونم، من نمیتونم با یه زن صحبت کنم. آخه یه زن، زن شما لازم نیست صحبت کنید، صحبت رو به عهده ما بگذارید. در تمام مدت شما کافیه فقط لبخند بزنید. لبخندم نمیتونم بزنم. لبخند که کاری نداره، کافیه دهنتون اینجوری باز کنید. بفهم. آقایان، خلاف ادب بود که من شما رو در دفترم نپذیرم، ولی باید به اطلاعتون برسونم که من هیچ علاقه‌ای به سرمایه گذاری در صنایع شیر و اصولاً هر فعالیت اقتصادی دیگه‌ای ندارم. اما خانم عزیز، شما با خرید سهام شرکت ما عملاً وارد این فعالیت‌ها شدین. شما که علاقه من به فعالیت‌های عامل منفعه هستید، می‌دونید چقدر با سرمایه گذاری در شرکت گل مریم بچه‌های عاشق بستنی و شیر و شکلات خامه‌ای خوشحالشون می‌کنید؟ در واقع با این کار شما کمک بزرگی به شیرخواران و نسل آینده خواهد شد. نسل آینده. میدونم، ولی متاسفانه بازم علاقه به این کار ندارم. گاو خانم، گاو. شما تا حالا یه گاو رو از نزدیک دیدین؟ نه. تا حالا با یه گاو زندگی کردین؟ هیچ وقت سعی کردین یه گاو رو درک کنین؟ گاو یعنی درس زندگی، یعنی آموزش مفید فایده بودن، بی ادعا بودن، فکور بودن، عمیق بودن. باید گاو رو فهمیدش. شما که اصلا و اصالتا صاحب کمالاتی، حتما میدونید در کشور بزرگی مثل هندوستان گاو رو میپرستن. به قول شاعر، گاو یعنی نفس باغچه در طعم غروب. گاو یعنی احساس. گاو یعنی آتش پنجره رو به کویر. به محتویات این لیوان نگاه کنید، ممکنه به نظر شما یه نوشیدنی معمولی بیاد، اما به هیچ وجه اینطور نیست. این عالی‌ترین، زیباترین و مقوی‌ترین ماده غذایی در تمام جهان هستیه. میدونید این چیه؟ شیر گاو. بله، شیر گاو. خانم عزیز، ما با این مایه حیات بخش سر کار داریم و شما میخواهید روی یک چنین گنج عظیمی سرمایه گذاری کنید. متوجه هستی؟ گاو یعنی احساس. موسیقی
بفرمایید باز کنید بخورید. حالا دیگه بال خودتونه. شیر پرچربه. ممنون. میترسم همچین خورده حالم بد شه. غیر ممکن حالتون بد بشه. لبنیات حال آدمو سر حال میاره. چون مال گاوه. حالا شاید مال گوسفند بود اینطوری بود. ولی مال گاو چیز دیگه است. و تعریف از خود نباشه. اساسا مال ما چیز دیگه است. محصولاتمون عالیه، سیستممون بی‌نظیره، شکل بسته‌بندیمون بی‌نظیره. میگم شما چرا شکل بسته‌بندیاتون رو عوض نمی‌کنید؟ این بسته‌بندی ها خیلی زشتن. زشتن؟ بله زشتن. آقا این بسته‌بندی ها چرا قد زشته؟ آدم بیاره بسته‌بندی قشنگ طراحی کنه. حالا بریم در مورد چیزای مهم‌تر صحبت کنیم. ببخشید کدوم چیزای مهم؟ چک مبارک. من فقط به خاطر ارزش‌های گاو سرمایه گذاری کردم. آه بله. بفرمایید. گاو یعنی احساس. پس بنابراین من تمام سرمایه خودم رو در اختیار جنابعالی می‌ذارم آقای جمالی. من شدیداً احساس خطر میکنم آقای جمالی. من با تو اون گاو کاری نداشتم. اون داشت پیشرفت میکرد. یعنی ما داشتیم پیشرفت میکردیم. خوبم پیشرفت میکردیم. فکر کردم این فرصت رو به تو بدم که تو هم به پیشرفت اون کمک بکنی. ولی خب حسابم غلط از آب در اومد. به هر حال یک بار میگم. خودتو بکش کنار خانم جون. من عصبانی بشم دختر و پسر و مرد و زن حالیم نیست دارم. Thank you.
دنیا جان، من اینجا هم گاو دارم هم سبزی میکنم، خیلی خوبه. صبح بلند میشیم، من شیر گاو میدوشم، تو هم سبزی تازه میچینی، خلاصه خیلی خوش میگذره. جمال جان، اینجا باید شبهای خوبی هم داشته باشه. خب خانم ازایی، اگه موافق باشین ازدواجمون رو شروع میکنیم. بفرمایید. چطوری؟ دلت که برای من تنگ نشده بود؟ من نبودم شیطونی نکردی که؟ ما عزیزم، الهی من فدای اون چشای فکورت بشم. تو که میدونی من تو رو خیلی دوست دارم، اما منو ببخش که سرت هوا بردم. من برای سلطان لبنیات شدن به سرمایه دنیا نیاز دارم، وگرنه تو کجا دنیا کجا؟ وای 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 وای. اتفاق عجیبی بود. حالا از تلخیش بگذریم. بعد از این واقعه از خودم متنفر شدم. احساس میکردم برای این دنیا زیادی هستم. یه نوع احساس افسردگی خاصی پیدا کرده بودم. و بالاخره بعد از مدتی تصمیم خودم رو گرفتم. Thank you.
باشه، بهش بگو یه چند روزی به این مهلت بده واسه شورش میکنم. خیلی خوب، فعلا دستم تنگه. اه دکتر زنده میمونه؟ فعلا میدهش رو شستشو دادی، امیدوارم تا چند لحظه دیگه به هوش بیاد. شما از بستگان بیمار هستید؟ نه خیر، ایشون با تابلوی بنده تصادف کردن، بنده اومدم خسارتمو بگیرم. البته اگه پول و پله داشته باشه. پول و پله داشته باشه؟ بله. شما میگی که اهل مطالعه روزنامه نیستید؟ جان. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. اینجا بیمارستانه، منم نامجو هستم، به نام نامجو. یادتونه یک تابلوی تبلیغاتی، یک تصادف و بعد یک سقوط. چرا منو اینجا بردی؟ میذاشین همونجا بمیرم؟ من دیگه دلم نمیخواد زنده بمونم. این چه حرفیه جانم؟ زندگی زیباتر از اونه که آدم بخواد به دست خودش رو نابود بکنه، به خصوص شما که از زیبایی واقعا چیزی کم ندارید. خانم ملاحظه بفرمایید، تا شقایق هست زندگی باید کرد. شما شاعر و نقاش هستی؟ نقاشی که شعر و زیبایی رو به تصویر میکشه. بالای اون تابلو هم مشغول شعر و نقاشی بودی؟ در حقیقت داشتم هنر رو با اقتصاد پیوند میزدم. خوش شنا کنید، به خاطر اینکه الهه زیبایی و هنر در آفرینش ما مثل خیلی از آدمهای واله گم کرده‌ای دارید که در هنر یا با هنر میتونید پیداش کنید. سوی دنیای هنر حمله. کارگاه تجربه های مدرن، ملاحظه بفرمایید. خب همه چی آماده است؟ دیوار جهت تجربه های نو در خدمت شماست. هنر ناب و مدرن از همین نقطه شروع میشه. ببین عزیزم، سعی کن که احساس خودت رو با رنگ روی این دیوار تخلیه کنی. اینجوری بکر. نمیدونم یعنی چه جوری. ببین اینجوری
اینطوری بود که پای من به دنیای هنر و نقاشی باز شد. بهنام دنیای جدیدی رو به من معرفی کرد. یک دنیای پر از شور و رنگ. اصلا فکرشو نمیکردم اینقدر کارمون بگیره. این شلوغ‌ترین نمایشگاهیه که تا به حال برگزار کردم. خیلی خودخواهی. این نمایشگاه مال هر دومونه. تو تنهایی که برگزارش نکردی. میدونی عزیزم، همه یه هنرمندا یه جورایی هم خودخواهن هم خودمحور. ولی من اینقدر تو رو دوست دارم که اصلا تو رو از خودم جدا نمیدونم عزیزم. تو همه وجود منی، همه تار و پود منی، من تو هم، تو منی. آه، من و تو یک روحیم در دو بدن، چون قلب من میشه. خیلی دوست داشت که همه جا اونو بشناسن و با انگشت به هم نشون بدن. ورود من به زندگی بهنام این راهو براش باز کرد. بهنام، من میخواستم راجع به موضوعی باهات صحبت کنم. خب بگو. بهنام جان، ما الان یک هفته است که ازدواج کردیم، اما تو تمام این مدت فقط سر کار بودی. خب امشب که خونه؟ خودت اینجایی، اما حواست جای دیگه است. منو ببخش عزیزم، تو این چند روز خیلی سرم شلوغ بود. میدونی همه یک کارخونه‌دارای مملکت تصمیم گرفتن که فقط تو این چند روز تبلیغات کنن. اونام خوشبختانه یا بدبختانه فقط و فقط تلفن شرکت ما رو دارن عزیزم. ما رو شانسی. تو که میدونی ما چرا داریم این حرفو میزنی؟ من و تو یه زن و شوهر خوشبختیم. الان باید بشینیم یک کمی عاشقانه تر با هم صحبت بکنیم عزیزم. یک کمی بشینیم قربون هم دیگه بریم. آره، برام شعر بخون. نه، جواب نده. اداریه. بله. شب بخیر. با بچه ها دور هم بودیم، گفتم بد نیست تو هم بیای. یه جلسه خودمونیه، خوش میگذره. آخه دستم بنده. آخه نداره، آدرس رو یادداشت کن. زعفرانیه؟ میری؟ قار قار، شنیدم عکسی کلاغ برای آرم شرکتت انتخاب کردی. البته با اجازه شما. خوبه، خوشم اومد، جوان لایقی هستی. حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوام یه گوشه یه بازار رو بگیرم و لک لک کنم. میدونی که من امضا روی شانسم. رقبا رو که نمیخوای اوت کنی. نه نه نه، من با کسی جنگ ندارم. بازار مملکت اینقدر بزرگ و دنگال هست که برای هممون کار پیدا میشه. آه، تو از شهرت بدت میاد. دوست نداری همه جا نفوذ کنی؟ رو همه چیز اثر بذاری؟ مجسم کن، اسم تو دهن همه میافته. همه جا صحبت توه، بین پولدارا، کارخونه دارا، حتی بین سیاستمدارا هم صحبت توه. و فکر کن تو مهمونه های مهم همیشه جای تو اون بالاست. همه میان تو کارشون با تو مشورت میکنن. عکس تو همه جاست، اسم تو همه جاست. بهنام نامجو گرافیست، بهنام نامجو آرتیست، بهنام نامجو نفر اول تبلیغات مملکت. بهنام خوشمزه و خوشنام. موسیقی
اینه. چهره‌ای که طرفدارای من از من باید ببینند اینه. خیلی با پرستیژه. خیلی خوبه. شگفت انگیزه. ماهه. خب کار بلد نیستید بگید بلد نیستیم. چرا زور اضافی میزنید؟ این تصویر مردیه با شهرت جهانی؟ طرفدارای من ببینن پهن بار شما نمی کنن. پهن نو پرابلم نو مشکل نو ریسپانس تو پیجینگ. آره راست میگی، اصلا مشکلی نیست، ناراحت نشی. تو چشمای من نگاه کن، برق چشا رو میبینی؟ حال میکنی؟ آره نفوذ و نگاه رو حس میکنی؟ تابلوی شما این برق رو کم داره، روح نداره، بهونه میاره. بغل مثل پلپل خیلی تند. اگزاجره میکنه آقا. خودم درستش میکنم. بهنام مرد، همه ثروتش به من رسید. این همه اون چیزایی بود که در مورد گذشتم باید به شما میگفتم، همه اون چیزایی که من از یه دختر ساده و طالب عشق تبدیل به عروس خوشقدم کرد. و حالا در واقع احساس میکنم که بد قدم ترین آدم روی زمین بودم. اما تو که بد قدم نبودی. شوهرای تو خودشون مأمور اعدام خودشون بودن. نظر من مشخصه، من راه علاج شما رو پیدا کردم. جدا؟ فقط یک راه، یک راه حل، علاج واقعی و نهایی شما. چی کار باید بکنم؟ با من ازدواج کنید. با من ازدواج کنید. شما با من ازدواج کنید. شما با من ازدواج کنید. شما با من ازدواج کنید. اینجوری بیماری منم علاج پیدا میکنه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. با من ازدواج کن. کشتی رو سرت، پدر من اینجا در اومد، هی از صبح تا شب سر صدا، بس دیگه. این چرا اینجا افتاده؟ این چه شده؟ فراد دنیا. تو اینجا چی کار میکنی؟ من تو این ساختمون سریدار نظافتچی هم. یعنی از وقتی که تو منو ول کردی انگار که دنیا منو ول کرد. پدرم ورشکست شد و خودم ترک تحصیل کردم، به خصوص از وقتی که فهمیدم تو به خاطر پولدار بودنم با من ازدواج نکردی. خودم خیلی بیشتر تمایل داشتم که فقیرانه زندگی کنم. دنیا، حاضری با عشق با من ازدواج کنی؟ فراد، یعنی میشه؟ معلومه که میشه. با من Thank you.
خواهش میکنم منو دنبال نکن. اون منو دوست داره. منم اونو دوست دارم. عشق بزرگتری وجود نداره. برو خوش باش. دنیا چیزی شده؟ نه شده. دنیا جج جج پیدا کردیم. جج 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 پیدا کردیم. جج جج چیزی نبود؟ چرا؟ یه تخت پاره بود. قصه ما دروب بود، قصه ما دروب بود.